آرش حسنیا روزنامه نگار اقتصادی با ماست. آقای حسنیا خیلی خوش آمدید. کاهش تورم از جمله وعده های مهم ابراهیم رئیسی در رقابت های انتخاباتی ریاست جمهوری سال 1400 بود. چقدر دولت 13 در این زمینه تونست موفق عمل کنه؟ خب اصلا قبل از اینکه بخوایم به این پرسش پاسخ بدیم، شاید بعد نباشه اشاره بکنیم که یکی از معضلات 2 گذشته هم برای روزنامه‌نگاران اقتصادی هم برای صاحب نظران و فعالان اقتصادی حبس آماری بوده که دولت 13 در دستور کارش قرار داده و همینطور در واقع پنهان کردن آمارهای اقتصادی. هم بانک مرکزی هم مرکز آماری ایران این کار رو انجام دادن که میشه نتیجه گرفت که یک رفتار سیستماتیک در دولت آقای رئیسی بوده. اما اگر به آمار ارقام تورم برگردیم، در واقع باید اشاره بکنیم که رکوردهای تورمی در این 2 شکسته شدن، رکوردهای تاریخی تورم. تصویری از یک نمودار که بانک مرکزی اون رو منتشر کرده بود نشون میداد که تورم سالانه سال 1401 عددی بالای 50% ثبت شده، یا در اسفند ماه سال گذشته تورم نقطه‌ای برابر با 64% بوده که اینها همه رکوردهای تاریخی بودند که در این دولت به جا گذاشته شدند. در نمودار هم همونطور که اشاره مشاهده میشه، قیمت دلار در بازار آزاد در این فاصله 2 ساله 95% افزایش پیدا کرده، در واقع 2 برابر شده، و سکه طلا هم بیش از این افزایش داشته. در حوزه مواد غذایی و خوراکی ها که خب اهمیتش از این بابت هست که دهک‌های پایین درآمدی رو بیشتر از سایر حوزه ها تحت تاثیر قرار میده، ما باز شاهد چند برابر شدن قیمت ها بودیم بعد از حذف ارز 4200 تومانی. اون نابسامانی که در بازار مواد خوراکی اتفاق افتاد کماکان ادامه داره. اقلام پرمصرفی مثل برنج 3 برابر شده قیمتش، یا ماکارونی همینطور 3 برابر شده، گوشت گاو و گوشت گوسفند، گوشت قرمز در کل حدود 3 برابر شده، یا گوشت مرغ در همین فاصله زمانی 3 برابر شده. تقریبا تمام اقلام پرمصرف در سبد هزینه خانوار 3 یا 4 برابر شدند. در بازار خودرو که خب حتی یک قربانی داشته، مثل حوزه کشاورزی که وزیر جهاد کشاورزی تغییر کرد، در حوزه صنعت خودرو هم وزیر شاهد تغییر وزیر سمت بودیم که با استیضاح برکنار شد. در این حوزه هم به رغم اینکه افزایش‌های 2 برابری قیمت خودروهای پرمصرف و محبوب بازار رو شاهد بودیم، در این حال خودروسازان داخلی زیان‌های انباشته هنگفتی رو به جا گذاشتن، به طوری که در اون حوزه هم ما یک رکورد از بابت زیانکاری در خودروسازان رو شاهد هستیم که 130 هزار میلیارد تومان مجموع زیان انباشته است که به تازگی اعلام شده که به رغم این افزایش‌های قیمت 2 برابری این زیان هم تحمیل شده به خودروسازان. آقای حسن زاده، با توجه به توضیحاتی که شما دادین و با توجه در نظر گرفتن چشم‌انداز اقتصادی که ابراهیم رئیسی در طول انتخابات در واقع ارائه داد، آیا شما هیچ همخوانی بین این در واقع اطلاعاتی که داریم و آن چشم‌انداز می‌بینید؟ به هیچ وجه. برگردیم اگر به وعده هایی که آقای رئیسی در دوره انتخابات ریاست جمهوری خرداد 1400 داد، میتونیم اون رو امروز به عنوان معمای حل شده پیش رومون داشته باشیم، کارنامه رو و مقایسه بکنیم. ایجاد تیم اقتصادی هماهنگ یکی از وعده های آقای رئیسی بود. شاید کمتر دولتی در 2 سال اولش در به نیمه نرسیده این حجم از تغییر تیم اقتصادی رو داشته باشه. رئیس سازمان برنامه بودجه تغییر کرده، وزیر جهاد کشاورزی تغییر کرده، رئیس کل بانک مرکزی تغییر کرده، وزیر سمت برکنار شده و وزیر دیگری جای او نشسته، و به نظر میرسه که این ناهماهنگی در تیم اقتصادی که بارها و بارها در سیاست‌های مختلف هم شاهدش بودیم، از جمله اختلاف نظرهایی که معاون اقتصادی آقای رئیسی، آقای رضایی معاون پیشین اقتصادی، با دیگر اعضای تیم اقتصادی داشت، یا گاه و بیگاه سیاست‌های متناقضی که دیدیم و شنیدیم، نشون میداد که این تیم اقتصادی هرگز هماهنگ نبوده. خصوصی سازی واقعی دیگر وعده‌ای بود که آقای رئیسی به اون اشاره کرد. خب عملکرد خصوصی سازی در این 2 ساله نشون میده که هرگز حتی به پیش‌بینی‌های در نظر گرفته در بودجه هم نرسید. در نهایت بحث مولدسازی پیش آمد با تمام حاشیه‌ها و چالش هایی که داشت و داره، و به تعبیر خود اقتصاددانان و اصولگرا یک ناقانونی است که میتونه منجر به بیقانونی، فساد و رانت بی اندازه ای بشه. یا نصف کردن هزینه های درمان از دیگر وعده های آقای رئیسی بود. اساسا دولت 13 در حوزه هزینه های درمان ورود نکرد و وارد این حوزه نشد، کما که در ماه های اخیر
در واقع سرنشین افزایش قیمت ها و موتور پیشبرنده تورم همین شاخص بخش بهداشت و درمان شده، یا مدیریت بازار سرمایه شامل بورس و دیگر بازارها هم از دیگر وعده هایی بود که آقای رئیسی در هنگام رقابت های انتخاباتی به اونها خیلی اشاره کرد، اما در نهایت ما شاهد یک نابسامانی شاید بی‌نظیر و بی سابقه در حوزه بازار سرمایه بودیم. خیلی ممنونم از شما آرش حسنیار، روزنامه‌نگار اقتصادی، که مثل همیشه با توضیحات خبرهای اقتصادی ما رو راهنمایی کردید.